ما جوانانمان را با بزرگهای ما، اونایی که از اونها سنی گذشته هست، مقایسه کنیم که عبادت اینها به چه صورتی هست، محبت اونها با مسجد، محبت اونها با نماز، حضور در نماز جماعت یا حضور اونها در محفل موعظه چه رنگی دارد، در چه اندازه هست، متاسفانه میبینیم بسیار ضعیف هست. من حقیقتاً وقتی میبینم که یکی از بزرگان ما الان چه مردی باشد و چه زنی باشد که سنی را در اسلام سپری کرده هست، میگم که یکی از خوبان را ما از دست دادیم، چون زندگی اونها بگونه ای بوده که خالی از بغض بوده، خالی از عداوت بوده، در کنارش اخلاص و دلسوزی و شفقت بوده است. و این را می طلبد که ما بر این کفایت نکنیم که هر زمانی فرصتی برای ما میسر شد مسجد بیاییم، هر زمانی فرصت کردیم نماز بخوانیم، هر زمانی در محفلی قرار گرفتیم به رنگ اون محفل در بیاییم، بلکه ایمان و باور ما بر این هست که اعمالی که ما انجام می دهیم، ناظر این اعمال ما خداوند متعال هست. الله تعالی بر ذمه ما وظیفه گذاشته هست و انجام این وظایف را هم خودش ناظر هست و نگاه می کند. و وقتی که ما این گونه زندگی کنیم، می توانیم آخرت ما را بسازیم.